سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. شماری از منابع از درخواست همکاری شورای امنیت با طالبان در مبارزه با داعش خبر دادند. همزمان با این مولوی یحیی عنابی بار دیگر به طرفداران حقوق زن و حقوق بشر توهین کرده و آنها را بدتر از حیوانات خوانده است. از سوی هم یک نهاد آمریکایی میگوید که در نتیجه درگیری‌های نظامیان پاکستان و طالبان افغان در مرز نزدیک به 2000 خانواده آواره شدند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. نهاد آمریکایی اکلید که درگیری‌های مسلحانه را بررسی می‌کند گزارش داده است که تنش‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی در مرز افغانستان و پاکستان و در ماه سپتامبر افزایش یافته است. با ادعای این نهاد در نتیجه درگیری‌ها 8 نفر شامل 3 غیر نظامی در خوست و خیبر پختونخوا کشته شدند. این نهاد افزوده که 2 نیروی پاکستانی نیز در نتیجه این درگیری‌ها کشته شده و در نقاط مرزی میان افغانستان و پاکستان نزدیک به 2000 خانواده آواره شدند. به گفته این نهاد درگیری‌ها پس از تلاش طالبان برای ایجاد پست‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار و کنر و واکنش پاکستان درگیری‌های رخ داده است. طالبان افغان اما مدعیند که کشورهای همسایه و منطقه نباید از طرف طالبان افغان نگران باشند. آنان می افزایند که طالبان با کشورهای منطقه و جهان مشکل ندارند، ولی می خواهند تا از سرحدات افغانستان دفاع نمایند. به گفته طالبان آنان اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان بر علیه هیچ کشور استفاده شود. مجده هیچ اثر دشمنی نگوارد. ده هیچ امنیت خرابولو تتجی نی خودی باید خپل مسئولیت و پیجینی. همزمان با این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده است که در مبارزه با داعش با شماری از کشورها همکاری می کند. آقای مجاهد تصریح کرده است که ما با برخی از کشورها همکاری داریم و در مواقع اطلاعات را با آنها به اشتراک می گذاریم. خبرگزاری فرانسه مدعی است که طالبان از شورای امنیت سازمان ملل خواستار دریافت حمایت اطلاعاتی و لوجستیکی برای مقابله با داعش شدند. طبق این گزارش طالبان خود را به عنوان یک شریک ضد تروریسم معرفی کرده و امنیت را بالاترین اولویت خود اعلان کرده است. همچنین و به دنبال انتقاد شماری از کاربران شبکه های اجتماعی از انتقال عمران رحیمی یوتیوبر هوادار طالبان، این کار آنان با انتقاد شماری از کاربران طالبان در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. طلحه مبارز بدخشانی مخالفان عمران رحیمی را غلامان حلقه به گوش خوانده و گفته است که چرا از انتقال عمران رحیمی آتش گرفته اید. وی افزوده است که آمریکا و غرب بادرانتان است و اگر خواست میبرد و اگر نخواست نمیبرد. از سوی هم مولوی یحیی عنابی یک عالم پنچیری به حامیان حقوق بشر و طرفداران حقوق زنان فحش داده است. آقای عنابی از چنین افراد به تندی انتقاد کرده و آنها را بدتر از حیوانات و چهارپای خوانده است. آقای عنابی گفته است که اسلام تنها راه درست است و کسانی که از حقوق بشر و حقوق زنان طرفداری می کنند از چهارپایان بدتر است. کسی که از حقوق بشر نام می بره، کسی که از حقوق زن نام می بره، کسی که از امثالش نام می بره، یا از چهارپای کده بدتر است. گفتنی است که وی بارها ادعاهای جنجالی زیادی را مطرح کرده است. آقای عنابی مدعی است که این گفته‌هایش غرب را به تکان آورده و در کاخ سفید نیز تأثیر کرده است. وی پیش از این در مورد زرمینه پریانی یک دختر معترض پنچیری گفته بود که این دختر باید در چوک کابل برهنه می شد تا درس عبرت برای زنان و دختران دیگر می شد. این زن باید در چوک کابل برهنه می شد تا ای که برهنه کدنی ازی
عبرت به سایر زنای میشه که آزادی خواستن. این گفته های وی با واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. در همین حال خبرگزاری باختر گزارش داده است که در پی واژگونی یک موتر نو دادسن در روستای بجیگل ولسوالی دوآب ولایت نورستان 7 نفر کشته شده و 8 نفر دیگر زخمی شدند. این رسانه وضعیت 3 نفر از زخمی های این رویداد را وخیم توصیف کرده است. با گفته باختر این رویداد حوالی ساعت 3 پس از چاشت روز گذشته جمعه 13 میزان رخ داده است. همچنین اپوزیسیون هالند خواستار اعطای پناهندگی برای افغانهای همکار ارتش این کشور شده است. این درخواست پس از آن مطرح شده است که دولت راستگرای هالند تصمیم گرفته است تا به افغانهایی که همکار ارتش این کشور در افغانستان بودن پناهندگی ندهد. احزاب مخالف این تصمیم را امضای حکم مرگ برای این افغانها خوانده و از دولت هالند خواستند تا دوباره آن را بررسی کند. این درخواست پس از آن مطرح شده که هفته گذشته دولت هالند تصمیم قبلی خود را برای اعطای پناهندگی به 145 نگهبان امنیتی افغان که برای ارتش این کشور کار می‌کردند را لغو کرده است. این کارکنان به دلیل اینکه مستقیماً برای دولت هالند کار نمی‌کردند و توسط آژانس‌های خارجی استخدام شده بودند، پس از تخلیه افغانستان در آگوست 2021 واجد شرایط دریافت پناهندگی شناخته نشدند. با گفته دولت جدید هالند در حدود 900 نگهبان و خانواده‌هایشان واجد شرایط دریافت پناهندگی هستند که این تعداد با اعضای خانواده‌هایشان در مجموع به 4500 نفر می‌رسد. وزرای هالند می‌گویند که این گروه بسیار بزرگ است و هزینه‌های پشتیبانی از آنها بیش از حد خواهد بود. آنان همچنان توجیه کردند که یافتن محل زندگی برای این افراد نیز بسیار دشوار است. و خبری اخیر این که خبرگزاری لبنان اعلان کرده و گفته است که صبح امروز جنگنده های اسرائیل 12 بار به مناطق مختلف بیروت حمله کردند. در همین حال حزب الله مدعی است که تاکنون نیروهای اسرائیل پیشروی زیادی در مرز نداشته و با مقاومت شدید نیروهای حزب الله روبرو شده است. در همین حال رسانه های یمنی از حمله دوباره جنگنده های آمریکا و انگلیس به استان الحدیده یمن خبر می دهند. تا کنون جزئیاتی از میزان تلفات برخواسته از این حمله در دست نیست. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاس گذاریم. تا درود دیگر، بدرود.